پرزیدنت ترامپ امروز در کاخ سفید برخورد نظامی با جمهوری اسلامی را رد نکرد. این بخشی از توضیحات پرزیدنت ترامپ در پاسخ به این سوال بود که چه تهدیداتی از ایران موجب تصمیم به ارسال ناو هواپیمابر و بمب افکن‌ها به منطقه خلیج فارس شده. همکارم فرهاد پولادی که سخنان پرزیدنت ترامپ را پیگیری کرده در استودیو با ماست. فرهاد، این اولین گفتگوی پرزیدنت ترامپ پس از صدور فرمان ریاست جمهوری در روز گذشته است که بر اساس اون صادرات چند فلز از ایران مورد تحریم قرار می‌گیره. تمرکز حرفای امروز آقای چی بوده؟ بله، به دو بخش عمده باید اینو تقسیم کردش. بخش اول که گفتن که گزینه نظامی همچنان روی میز هستش و وارد جزئیات نشدن. البته گفتن تهدیدات بسیار موثقی دریافت کردن در رابطه با اقدامات ایران در منطقه خلیج فارس که موجب شده خب این نیروی نظامی رو اعزام کنن. افزایش حضور نیروی نظامی آمریکا، پرزیدنت ترامپ گفتن که نیروی نظامی آمریکا زبان زد جهان هستش. همه میدونن که ما رتبه نخست رو داریم در توانایی نظامی و این برای ادامه و حفظ امنیت منافع آمریکا و متحدینشون در منطقه هستش. شون وارد جزئیات نشدن. بخش دومش رو در رابطه با این باز بودن در مذاکرات بین مقامات تهران و خود ایشون بودش که توضیحات رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. Their economy is a mess ever since I took away the Iran deal. از وقتی من از توافق با ایران خارج شدم اقتصادشان خراب شده. تورمشان به میزانی است که من تا حالا جایی ندیدم. هر روز تظاهرات برگزار میشه. بنابراین کاری که باید بکنند این است که با من تماس بگیرند تا به گفتگو بنشینیم و به توافق عادلانه برسیم. ما فقط میگوییم سلاح هسته‌ای نباید داشته باشید. چیز زیادی نمیخواهیم و در ازای آن کمکشان میکنیم اوضاعشان بهتر بشود. الان وضعشان خوب نیست. من مایلم به ایران کمک کنیم. ما نمیخواهیم به ایران لطمه بزنیم. من دلم میخواهد ایران یک کشور قوی با اقتصاد قوی باشه. خب، پرزیدنت ترامپ در ادامه این صحبت‌هاشون اشاره کردن به مذاکراتی که دو نوبت با رهبر کره شمالی داشتن. گفتن هم ایران هم کره شمالی هر دو پتانسیل‌های زیادی دارن که برای منافع اقتصادیشون رو میتونه در بر بگیره اگر برنامه‌های اصلیشون رو کنار بذارن. صحبت در رابطه با کره شمالی و ایران شد. امروز یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دلیل کوتاه شدن سفر آقای پامپئو دیپلمات ارشد کابینه پرزیدنت ترامپ که قرار بود امروز وارد گرینلند بشه، این سفر رو لغو کرد. آمدن واشنگتن، جلساتی دارن در زمینه پیگیری آخرین تحولات در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و همچنین کره شمالی در رابطه با ایران. خب همونجوری که دیدی باشه خبرم گفتیم تحریم‌های جدید علیه ایران وضع شده و در رابطه با کره شمالی چندین آزمایش موشکی و توپ هدفگیری‌های توپخانه انجام دادن. این دو تا مسئله هستش که الان دولت پرزیدنت ترامپ در حال بررسی واکنش به آنها هستش.